با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان علاقمندان به مباحث تفکر بسیار خوشحالم که با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم در این جلسه به در ادامه بحث مربوط به هنر تصمیمگیری به یکی از زوایای این بحث یعنی تصمیمگیری در حالت عدم قطعیت بپردازیم و بگوییم که از چه نظر تصمیم گیری در زندگی واقعی شباهت پیدا میکنه به تصمیم گیری در بازی پوکر خب همانطور که ملاحظه میفرمایید از روی اسلاید اول ما با بخش دوم هنر تصمیم گیری در خدمت شما هستیم در کانال یوتیوب ویدیوی دیگری وجود داره با عنوان هنر تصمیم گیری که در اونجا من جوانب مختلف تصمیم گیری رو خدمت شما عزیزان توضیح دادم یادآور شدم که اگر تصمیم گیری رو یک شکل هندسی در نظر بگیریم باید این ببینیم که این شکل هندسی ما چند تا زل داره بعد دیدیم ازلاعش خیلی زیاد بود و توضیح دادیم که چگونه مثلا بحث مربوط به اراده آزاد جوانب مختلف دیگه تاثیرگذار هست در تصمیم گیری ما بنابراین خواهش میکنم عزیزانی که اون ویدیو رو ندیدید حتما اون ویدیو رو ببینید چون به عبارتی کاری که در این برنامه ها انجام میشه توضیح و تشریح زوایای مختلف مربوط به تصمیم گیری است پس ما میخواهیم ببینیم که چه عواملی به طور کلی بر تصمیم گیری ما اثر میگذاره و چگونه ما میتوانیم کیفیت تصمیم گیریمون رو بالا ببریم در ویدیو شماره یک به این ازلا توجه کردیم به جوانبی که باید در نظر گرفته بشه از اراده آزاد اینکه آیا ما اصلا فری ویل داریم که تصمیم بگیریم Uh, یک مدل تصمیم گیری با uh, عنوان مدل شش کلاه برای تصمیم گیری از ادوارد دیبانو خدمت شما معرفی کردیم که یکی از زوایای کاره یعنی ما می توانیم با در نظر گرفتن سایر وجوه تصمیم گیری از مدل شش کلاه برای تصمیم های مهم مانند تصمیم درباره مهاجرت یا تصمیم های دیگه استفاده بکنیم یکی از وجوه مهم تصمیم گیری مسئله تفکر در حالت عدم قطعیت هست در مدل شش کلاه ادوارد دیبانو به ما میگه که کلاه سفید بر سر بگذارید و اطلاعات لازم رو جمع آوری کنید ولی مسئله اینه که واقعیت زندگی ما این هستش که ما در بسیاری از جاها باید تصمیمی رو بگیریم که دربارش اطلاعات صد درصد رو نمیتوانیم در اختیار داشته باشیم. جایی که تصمیمی رو باید بگیریم بدون اینکه اطلاعات صد در صد رو در اختیار داشته باشیم گفته می شود تصمیم گیری در حالت عدم قطعیت خب نقش شانس در تصمیم گیری مهمه اینکه معیار تصمیم خوب را چه بدانیم بحث بسیار مهمیه در مورد مشورت کردن با دیگران برای اینکه به تصمیمی آگاهانه برسیم باید صحبت کنیم البته یک کلیپ دیگه یک ویدیوی دیگه در کانال هست با عنوان استفاده از نظرات کارشناسی و پیچیدگی های آن خواهش میکنم عزیزان به اون کلیپ هم مراجعه بفرمایید یکی از وجوه تصمیم گیری ما این هستش که ما از نظر مشورت و نظر کارشناسی چه کار باید بکنیم متوجه وضعیت خلقی خودمون باشیم همون مود استیتس الان تو چه مودی هستیم انسان وقتی در یک مود بخصوصی خصوصی باشه تحت تاثیر خواب و تغذیه و استراحت و این مسائل در مودهای مختلفی در طول شبان روز قرار میگیره بنابراین تصمیم های مهم رو نباید در یک مود بخصوص گرفت ویژگی های شخصیتی ما چگونه میتواند بر تصمیمی که میخوایم بگیریم اثر بگذاره وقتی کسی میخواد یه تصمیم بگیره اگر این شکل رو جلوی خودش قرار بده و سعی بکنه این آیتم ها رو مرور بکنه میتونه به تصمیم بهتری برسه یعنی اینکه وجوه مختلف تصمیم گیری رو به نوعی در نظر گرفت نقش هوش احساسات و عقل سوگیری های شناختی مثلا در تصمیم گیری چه خواهد بود برای هر یک از این جوانب سعی میکنیم ویدیوی مجزا در کانال بگذاریم تا اینکه بحث هنر تصمیم گیری به صورت جامع با نگاه به جزئیات تقدیم شما عزیزان بشه همچنین تصمیم های فل بداهه چی هستن خب شما مثلا در بحث مدل شش کلاه صحبت از اینه که با کلاه سفید اطلاعات رو جمع وری کنید با کلاه قرمز احساسات رو در نظر بگیرید و مسائل دیگه خب گاهی تصمیم باید فل بداهه گرفته بشه و چه اتفاقی در مغز ما میفته وقتی که ما مثلا کودکی داره ماشین دنده عقب میاد و ممکنه زیر ماشین بره و ما سریع اقدام میکنیم تصمیم رو فل بداهه میگیریم و کودک رو نجات میدیم در اینجا مغز در کسری از ثانیه تصمیم خودش رو میگیره و اونقدر اصلا فرصت نداره که بخواد کلاههای مختلف رو بر سر بگذاره بنابراین جنبه ای از تصمیم گیری مسئله تصمیم های فل بداهه هست میخواهیم روند در واقع این نوع تصمیم گیری ها رو در مغز ببینیم به چه شکل انجام میشه در ویدیوی جداگانه باز به این جنبه خواهیم پرداخت خلاصه اینکه الگوریتم های تصمیم گیری چی هستن چگونه ساخته میشن ذهن پنهان چگونه در تصمیم گیری نقش آفرینی میکنه و اساسا یادگیری تصمیم گیری به چه شکل خواهد بود ما از چه طریقی میتوانیم تصمیم گیری رو اساسا یاد بگیریم اینها وجوه مختلف بحث پیرامون تصمیم گیری هست. در این جلسه با سعی میکنیم با تمرکز بر موضوع تصمیم گیری در حالت عدم قطعیت ببینیم که داستان چیه. در مورد تصمیم گیری همیشه گفته میشه که ما باید اطلاعات دقیق در اختیار داشته باشیم. اطلاعات دقیق رو شرط تصمیم گیری آگاهانه میدونیم. ولی مسئله که وجود داره این هستش که در دنیای واقعی ما نمیتوانیم همیشه اطلاعات مورد نیاز خودمان رو در اختیار داشته باشیم و گاهی مجبور به تصمیم گیری هستیم در جایی که صد درصد اطلاعات رو در اختیار نداریم خب در اینجا باید چکار کرد؟ آیا باید تصمیم گیری رو به تعویق انداخت؟ خب شاید اصلا این امکان وجود نداشته باشه یا به تعویق انداختنش ضررش بیشتر از این باشه که در اون لحظه تصمیمی رو بگیریم بعضی از افراد دچار نوعی وسواس در جمعآوری اطلاعات میشن وقتی که با مدل شش کلاه ادوارد دیبانو آشنا میشن که در اونجا میگه که با کلاه سفید سعی کن اطلاعات مورد نیاز خودت رو برای تصمیمی که میخوای بگیری جمع آوری کن افراد همیشه فکر میکنن که اطلاعات کافی رو در اختیار ندارند و دائم در صدد جمعوری اطلاعات بیشتر و بیشتری هستند تا جایی که دوچار نوعی وسواس میشن این گونه افراد مثلا در مورد ازدواج به سادگی نمیتونن تصمیم بگیرن چون همیشه فکر میکنن که آنقدری که باید دانش و تجربه و اینها کسب کرده باشند یا اینکه در مورد کسی که قرار هست شریک زندگی اونها بشه به اندازه ای که باید و شاید هنوز اطلاعات لازم رو در اختیار ندارم. بنابراین این دچار وسواس شدن به نوعی اونها رو از تصمیم گیری دور میکنه که میتونه ضررهای خودش رو داشته باشه واقعیت زندگی ما این هستش که ما در شرایطی مجبوریم که با اطلاعات ناقص تصمیم بگیریم هر چند که گفته میشه تا آنجا که می توانید اطلاعات خودتون رو درباره مثلا موضوعی مثل مهاجرت کامل بکنید و با دید باز تصمیم بگیرید ولی اینکه ما در حالت عدم قطعیت یعنی جایی که اطلاعاتمون کامل نیست گاهی باید تصمیم بگیریم جزء واقعیت های زندگیمون هست چون مسئله اینه که گاهی امکان این که ما تمام اون اطلاعات لازم رو در اختیار داشته باشیم وجود نداره خب در این شرایط باید چه کرد؟ قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم مایلم شما رو با خانم آنی دوک آشنا بکنم خانم آنی دوک در دانشگاه پنسیلوینیا رشته در مورد یادگیری زبان اول پژوهش میکرد دوره دکترا رو میگذراند متاسفانه دوره دکتراش رو به اتمام نرسوند با برادرش وقتی که وقت میگذرون برادری داشت که پوکر بازی میکرد پوکر باز بود خواهر رو به بازی پوکر علاقه کرد به شکلی که آنیدوک به شکل حرفه‌ای وارد این کار شد و بیش از چهار میلیون دلار در این بازی برنده شد آنیدوک با توجه به مطالعاتی که در دانشگاه پنسیلوانیا داشت متوجه این مسئله شد که یک پترنی یک الگویی در بازی پوکر وجود داره که تصمیمگیری در این بازی رو شبیه میکنه به تصمیمگیری در زندگی واقعی هدف از این ویدیو تشویق شما عزیزان به اینکه برید پوکر باز بشید و قماربازی بکنید نیست چون به حال خود قماربازی میتونه یکی از تصمیمهای نادرست زندگی باشه هدف اینه که بازی پوکر نحوه این بازی رو یاد بگیرید بدون اینکه وارد مباحث مربوط به قماربازی و اینها بشی و ببینید که الگویی که در این بازی وجود داره چگونه میتونه به شما در تصمیم گیری در زندگی واقعی کمک بکنه آنیدوک کتاب های متعددی نوشته و امروزه مشاوره میده به کسانی که در بیزنس هستند و تصمیم های مهمی میخوان بگیرن نظرات مشورتی میده که چگونه تصمیم گیری بکنن مهمترین کتابی که نوشت Thinking in Bets بود که در این کتاب به تصمیم گیری هوشمندانه در زمانی که ما همه فکت ها همه واقعیت ها رو نمیدونیم پرداخت خب دو شباهت بازی پوکر با تصمیم گیری چه هست اولین شباهت این هستش که ما نمیتوانیم همیشه همه اطلاعات مورد نیاز رو در هنگام تصمیم گیری داشته باشیم. ببینید در بازی پوکر شما نمیتوانید کارت های بقیه بازیکنان رو بخونید و مجبورید بر اساس اون هوشی که دارید بر اساس برگاهی که در دست خودتون دارید و حدس و گمان هایی که میزنید بازی بکنید بنابراین در زندگی واقعی هم میگن همینطوره در زندگی واقعی هم ما نمیتوانیم همه اطلاعات رو در زمان تصمیم گیری در اختیار داشته باشیم بنابراین اولین شباهت میشه این که ما همه اطلاعات رو نمیتونیم در زمان تصمیم گیری در اختیار داشته باشیم شباهت دوم مسئله شانس هست نقش شانس در تصمیم گیری رو باید جدی بگیریم اول ما باید یاد بگیریم در شرایط نامطمئن چگونه تصمیم بگیریم جایی که وقتی میگیم شرایط نامطمئن یعنی جایی که اطلاعات ما صد در صد نیست در قبال کسی که میخوایم باهاش ازدواج بکنیم در قبال مثلا مهاجرت شما هر چقدر هم اطلاعات میتونید جمع آوری کنید ولی باز ممکنه به نقطه ای که با قطعیت بتونید تصمیم بگیرید هرگز نرسید از این نظر گفته میشه بازی پوکر شباهت داره با تصمیم گیری در زندگی واقعی شباهت دوم مسئله شانس بود گفتیم پوکر هم مانند زندگی هم بازی شانس و هم بازی مهارت در اینجا باید به یک نکته بسیار مهم توجه کنیم عزیزان وقتی که صحبت از تصمیم گیری میشه ما معمولا وقتی که از افراد بخوایم به تصمیم های گذشته خودشون فکر بکنن ببینن که مثلا در سال گذشته یا در ماه گذشته بهترین تصمیمی که گرفتن چی بوده و در کنارش بدترین تصمیمی که گرفتن معمولا افراد از روی نتیجهی که به دست آمده تصمیم های خودشون رو به خوب و بد تقسیم بندی می کن. این میتونه دارای اشکال باشه همیشه نمیتوان بر اساس نتیجه به دست آمده تصمیمی رو درست یا نادرست دانست گاهی شما بهترین تصمیم ممکن را میگیرید ولی نتیجه برای شما مطلوب نخواهد بود اینجا گفته میشه عنصر شانس به کمک شما نیومده بنابراین اگر کسی در بازار شکست میشه پولش رو از دست میده باید دید که آیا تقصیر به گردن او هست یعنی بد تصمیم گرفته فرایند تصمیم گیری رو بلد نبوده و دچار اشتباه شده و این ضرر رو به خودش و خانوادش وارد کرده یا اینکه او تص... بهترین تصمیم ممکن رو در زمان خودش گرفته ولی عنصر شانس آمده و تصمیم نتیجه رو برای او زیانبار کرده اینجا باید این دوتا رو از هم تفکیک کنیم من برای شما مثالی از فوتبال میزنم در بازی فوتبال وقتی که لحظات پایانی بازی هست و دو تیم مساوی هستند و کار داره به ضربات پنالتی میکشه مربی میاد گاهی تصمیم میگیره که مثلا یکی دو تا از بازیکنایی که داخل زمین هستند رو که شانس کمتری داره که پنالتی رو گل بکنن اونا رو بیرون میاره و دو تا از بازیکنهایی که شانس بهتری دارن درصد احتمال اینکه پنالتی رو گل بکنن بیشتر هست اونا رو وارد زمین میکنه خب بر اساس تمریناتی که ساعتها اینها داشتند مربی روی کاغذ داره که مثلا آمار هر بازیکنی رو که مثلا فلان بازیکن شانس موفقیت در پنالتیش مثلا 40 درصد بازیکنی دیگر شانس اینکه پنالتی رو گل بکنه 70 درصد خب در اینجا مربی میاد بازیکنی که شانس 40 درصد موفقیت داره رو از زمین خارج میکنه و بازیکنی رو با شانس هفتاد درصد وارد زمین مسابقه میکنه اتفاقا این بازیکن که شانس بهتری داره میره توی زمین و پنالتی رو خراب میکنه بعد شما میبینید هواداران و طرفداران فوتبال کلی اعتراض میکنن به تصمیم به این تصمیمی که مربی گرفته اعتراض میکنن که شما تصمیم اشتباهی گرفتید نخیر عزیزان این تصمیم بر اساس آمار و احتمالات و علم درست بود حالا اینکه اون بازیکنی که وارد زمین شده توپ رو خراب کرده دلیل بر این نمیشه که این تصمیم تصمیم نادرستی باشه یعنی اگر در مسابقه بعدی دوباره همین شرایط ایجاد بشه باز مربی آگاهانه تصمیم میگیره که بازیکنانی با شانس بالاتر رو امکان پنالتی زدن رو براشون فراهم میکنه پس همیشه نمیتوان گفت نتیجه نشان دهنده کیفیت تصمیم گیری هست گاهی نتیجه تحت تاثیر عامل دوم قرار میگیره گفتیم یکی کیفیت تصمیم گیری دوم عامل شانس گاهی اوقات عامل دوم یعنی شانس هست که نتیجه رو برای ما تغییر میده هیچ بازیکن فوتبالی وجود نداره که با شانس 100 درصد بتونه پنالتیهاشو رو گل بکنه همچنین همچین فوتبالیستی هنوز نیومده که بتواند تمام پنالتی رو گل بکنه بنابراین شانس 100 درصد برای هیچ کس وجود نداره در اینجا تصمیم گیری مربی تصمیم گیری بر اساس آگاهی و علم بوده هرچند نتیجه خب رضایت بخش نبوده مثال دیگری که میزنیم در مورد اینکه نتیجه رو از فرایند تصمیم گیری جدا کنید این هستش که فرض بفرمایید خیابونی هست دو نفر ما این سمت خیابون هستیم میخوایم ارز خیابون رو بریم اون طرف و نانوایی که مثلا اونجا هست بریم نون بخریم من تصمیم بگیرم که از برای اینکه زودتر برسم و در این حال خسته نشم از عرض خیابان عبور کنم و دوست من بگه نه من میرم از پل آبر استفاده میکنم خطرناک خب اگر من از عرض خیابان عبور کنم به آن سمت خیابان برسم زودتر این اتفاق میفته زودتر توی صفحه نانوایی قرار میگیرم نسبت به دوستی که میره از پل آبر او هم خسته تر میشه هم این که ممکنه نوبتش مثلا دو سه نفر بعد از من فرزند باشه در اینجا آیا می آیا میتوان گفت که کسی که ارز خیابون رو رد میشه اتفاقی هم براش نیفتاده تصمیم بهتری گرفته نخیر در اینجا تصمیم من تصمیم نادرستی بوده هرچند که برای من اتفاقی نیفتاده شانس آوردم که ماشینی موتوری چیزی به من برخورد نکرد و اتفاقی نیفتاد در اینجا گفته میشه که عنصر شانس دوباره دخالت کرده نه اینکه کسی که تصمیم گرفته از پل آبر بره به صرف اینکه خسته تر شد دیرتر به صف نانوایی رسید پس تصمیم اشتباهی گرفته این دو مثال به خوبی نشان میده که ما باید گاهی نتیجه رو از فرایند تصمیم گیری جدا بکنیم پس لزوما اگر کسی در بازار ورشکست شده یا در ازدواجش موفق نبوده یا تصمیم های دیگه ممکنه عنصر شانس اینجا باهاش یاری نکرده وگرنه اون فرایند تصمیم گیری رو مثلا بر اساس ضوابطی که باید داشته باشه رعایت کرده بنابراین این دو مسئله رو میخواستم خدمتون توضیح بدم که از این دو نظر از این دو وجه تصمیم گیری در زندگی با پوکر شباهت داره و ما باید چکار بکنیم نتیجه رو از فرایند تصمیم گیری جدا بکنیم وقتی صحبت از این هستش که باید با اطلاعات کافی تصمیم بگیریم افراد ممکنه فکر بکنن این کار به آسانی قابل انجام هست خب اوکی ادوارد دیبانو گفته که در مدل شش کلاه کلاه سفید بر سر بگذار و برو و اطلاعات لازم رو جمع‌آوری کن به این سادگی نیست همیشه احساسات ما ویژگی های شخصیتی ما سوگیری هایی که ما داریم اینا میان و فرایند جمعوری اطلاعات رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن سوگیری ها چی هستن؟ سوگیری ها تمایلات ذهنی بشر هستن که اون رو از حالت بیطرفی خارج میکنن وقتی که شما میخواید یه تصمیمی می بگیرید کافیه که شما به یک سمت این تصمیم گیری مثلا تمایل داشته باشید گرایش داشته باشید مثلا دختر خانمی از یک آقای خوشش اومده و میخواد جواب مثبت به او بده حتما شنیدید همیشه میگن عشق آدم رو کور میکنه احساسات انسان یا این سوگیری های شناختی میتونه بیاد دخالت بکنه و اونجایی که لازم هست با بیطرفی با کلاه سفید بره اطلاعات رو جمع وری کنه که آیا این فرد مثلا ویژگی های شخصیتیش چگونه است خانواده چگونه هستند خلاصه آیا کیس مناسبی هست یا نه به خاطر اون علاقه ای که داره سوگیری تعییدی در او فعال میشه جوانب به مثبت رو میبینه پررنگ جوانب منفی رو یا نمیبینه یا انکار میکنه یا اونها رو کمرنگ میبینه بنابراین وقتی که صحبت از جمعآوری اطلاعات میشه برای یک تصمیم آگاهانه ما باید بدانیم که سوگیری های شناختی مثل سوگیری تعییدی سوگیری فرار از ابهام، سوگیری تمرکز بر اطلاعات در دسترس که به انگلیسی بهش میگیم availability bias اینها و همچنین اعتماد به نفس کاذب و دیگر سوگیری ها میان و دخالت میکنن نمیگذارند ما آنگونه که باید و شاید اطلاعات لازم رو جمع آوری کنیم بحث سوگیری ها خب بحث مفصلی نمیشه اینجا همه این انواع سوگیری ها رو توضیح داد ولی من در ویدیوهای مجزایی اقسام سوگیری ها رو در کانال میگذارم خواهش میکنم که ویدیوهای مربوط به اقسام سوگیری ها رو که اینها چه هستند و چگونه فرایند تصمیمگیری رو در انسان تحت تاثیر قرار میدن حتما خواهش میکنم ویدیوهای مربوطتر رو ببینید. به خصوص به سوگیری تعییدی که برای جمعوری اطلاعات لازم برای یک تصمیم میاد و دخالت میکنه. پس داستان به این سادگی نیست که ما بگیم که خب من میخوام برای تصمیمی که مثلا قرار بگیرم برم و اطلاعاتی رو جمعآوری کنم گرایش های ما جانبداری های ذهن ما احساسات ما ویژگی های شخصیتی ما اینها همه میاد بر این جمعآوری اطلاعات اثر خودش رو میگذاره گاهی افرادی هستن که مثلا تنبل و بی‌حوصله هستن این ویژگی شخصیتی سبب میشه که میخوان سریع تصمیم بگیرن و حالا یا این طرفی یا اون طرفی اونقدری که وقت لازم داره صرف جمعوری اطلاعات نمی کنن. یا اینکه برعکسش اونایی که خیلی دوچار وسواس میشن هر چقدر اطلاعات جمع آوری میکنن فکر میکنن هنوز کمه باید اطلاعاتشون بیشتر بشه و هیچ وقت به نقطه تصمیم گیری نمیرسن بنابراین لازمه که ما به این مسائل اهمیت قائل بشیم در کنار اینکه ویژگی های شخصیتی خودمون رو زیر نظر بگیریم مراقب نقشافرینی سوگیری ها اون جانبداری های ذهن باشیم مراقب احساسات خودمون باشیم چون وقتی نسبت به یک تصمیم احساسات مثبتی داریم سعی میکنیم بیشتر اطلاعاتی رو جمع آوری کنیم که اون کار رو تایید میکنه بعدا که این احساسات فروکش میکنه ما میمانیم و نتیجه تصمیم و میگیم که عجب کاری کردم به خاطر اینکه در لحظه تصمیم گیری این بخش رو درست انجام ندادم ببینید در تصمیم گیری گفته میشه ما باید احساسات خودمون رو در نظر بگیریم در مدل شش کلاه ادوارد دیبانو در کنار کلاه سفید که کلاه آوری اطلاعات هست کلاه قرمز رو هم داشتیم کلاه قرمز میگفت احساسات خودت رو در نظر بگیر هیچ کس نمیگه شما باید احساسات خودتون رو کاملا کنار بگذارید این حرف حرف نادرستیه که متاسفانه زیاد هم گفته میشه و اصلا انسان مطالعات تفکر نشان داده انسان نمیتواند برای تصمیم گیری و تفکر احساسات خودش رو کنار بگذارد چون این چیزی غیر ممکنه چون در الگوریتم تصمیم گیری انسان یه بخش بخشی هست که احساسات نقش آفرینی میکنه یعنی سر راه تصمیم گیری ما احساسات هست که باید نقش آفرینی کنه به همین دلیل آنتونیو داماسیو که این مسئله رو به شکل علمی مطالعه کرد بر روی بیمارانی که دچار آرزه مغزی میشن نشان داد که اگر مرکز پردازش احساسات در مغز مختل بشه انسان قابلیت تفکر، برنامه ریزی و تصمیمگیری رو از دست میده در حالی که همه ما میدونیم که مرکز عقلانی مغز انسان جای دیگری هست احساسات ما در لیمبیک سیستم هست مرکز پردازش های عقلانی و تفکر در لب فرانتال مغز هست ولی ارتباط بین این دو به شکلی هست که اگر نورو ها از لیمبیک سیستم به لوب فرانتال ارسال نشن ما اساساً فکر و برنامه رو در ما مختل میشه بنابراین بر اساس مطالعات علمی میدانیم که اگر مرکز پردازش احساسات در مغز مختل بشه بعد از آن اتوماتیک وار مرکز پردازش های اقلانی هم در ما از کار میفته و افرادی که لیمبیک سیستمشون در حال تصادفات خونریزی مغزی هرچی آسیب میبینه اینها قدرت فکر و برنامه ریزیشون رو هم از دست میدن بنابراین این تصور که ما باید احساسات رو کنار بگذاریم اشتباهه فقط باید با کلاه سفید بریم اطلاعات رو جمعآوری کنیم اگر ما بتونیم این بخش رو با موفقیت انجام بدیم یعنی به احساساتمون بگیم حالا فعلا کنار بشین سعی،, سعی, بکنیم کنترلش بکنیم چون سر راهمون هست به طور کامل گفتم نمیتونیم کنارش بذاریم باید مدیریتش کنیم و بریم اطلاعات لازم رو با کلاه سفید جمع وری کنیم بعدا احساسات ما تحت تاثیر اطلاعات جدید عوض میشه بارها شده که خانواده ای برای دخترشون مثلا خواستگاری اومده نگاه اولیهشون حس اولیهشون نسبت به خواستگار مناسب نبوده و همون چیزی که با کلاه قرمز میگیم تفکر با کلاه قرمز با کلاه قرمز نگاهشون به قضیه منفی بوده جوابشون منفی بوده ولی بعدا که رفتن اطلاعات لازم رو جمع وری کردن دیدن که نه خیلی هم کیس خوبی هست و اون احساسات اولیهشون عوض شده بر اساس اطلاعاتی که جمعوری کردن بنابراین باید این بخش یعنی جمعوری اطلاعات رو ما بهش اهمیت بدیم در کنار صحبتهایی که میکنیم به اهمیت مشورت کردن از افرادی که تجربه بیشتری دارن اطلاعات بهتری دارن اگر موضوع تخصصی هست کارشناس اهل فن و خبرهی هستن باید به این افراد مراجعه کنیم اگر به منابع در اینترنت مراجعه میکنیم به منابع موثق مراجعه کنیم ببینید مسئله استفاده از نظرات کارشناسی رو من در ویدیوی مجزا باز در کانال گذاشتم خواهش میکنم اونم ببینید که ببینید چه پیچیدگی هایی داره استفاده از نظر کارشناسی ولی در اندازه ای که باید در این اسلاید بهش توجه کنیم شما برای جمع‌آوری اطلاعات نمیتونید به هر سایتی مراجعه کنید سایت هایی هستند اطلاعات فیک به شما میدن رسانه هایی هستند که کارشناسانی میارن که اجاره ای هستند رسانه اگر تصمیم گرفته باشه که مثلا اتفاقی در کشور بیفته میره کارشناسی رو اجاره میکنه میاره و در واقع کارشناسی از او میخواد که بهش سفارش داده و اون کارشناس متاسفانه میاد نظرات و دیدگاه های کارشناسی که سفارشی هستند رو به خورد مردم میده اینکه شما میبینید که به نظرات کارشناسی در تلویزیون ها نمیتونیم زیاد اعتماد بکنیم به آنچه در اینترنت میبینیم در روزنامه ها میبینیم نمیتونیم اعتماد بکنیم اینکه من بگم که خب من میخواستم اطلاعات رو جمع وری کنم تلویزیون برنامه داشت زیرنویس کرده بود مثلا دکتر فلانی متخصص فلان خب من دیدم فرد با اهل فنی هست با معلوماتی هست از نظرات او استفاده کرده نه لزوما این گونه نیست گاهی دیده میشه شما در تلویزیون ها بارها دیدید که مثلا کارشناسانی میارن که بهشون رسانه گفته بگو ماست سفیده اینا میگن ماست سفیده اگر رسانه به اینا بگه بگو ماست سیاهه اینها میگن ماست سیاهه پولشو میگیرن یا مثلا یه پوزیشنی یک موقعیت شغلی میگیرن و میان این نظرات کارشناسی رو بین مردم پخش میکنن بنابراین وقتی که کارشناسی میاد درباره مثلا افزایش جمعیت صحبت میکنه درباره مسائل سیاسی صحبت میکنه چقدر ما دیدیم کارشناسایی بودن که یه مقطعی اومدن طالبان رو دشمن اسلام معرفی کردن چند سال بعد اومدن گفتن نه اینها برادران دینی ما هستند اینها بر اساس انگیزه های سیاسی خودشون میان نظرات کارشناسی رو به خورد مردم میدن ما باید مراقب باشیم از هر کارشناسی استفاده نکنیم به هر منبعی در اینترنت میبینیم اعتماد نکنیم این چیزهایی که در گروه ها و شبکه های اجتماعی مرتب داره ارسال میشه اینها بیشترش فیک هست توجه داشته باشیم بنابراین مشورت آگاهانه استفاده از نظرات کارشناسی به شکل مفید و مؤثر و همچنین استفاده از منابع موثق اینها باید بیاد این جمعآوری اطلاعات رو در ما کیفیتش رو بالاتر ببره ما برای اینکه اطلاعات رو بتونیم به شکل دقیق جمعآوری بکنیم تا تصمیمی آگاهانه بگیریم باید ذهنیت یک سکاوت رو داشته باشیم ببینید ما دو نوع ذهنیت داریم ذهنیت سرباز در مقابل ذهنیت معمور شناسایی در جنگ ها میان معمور شناسایی رو یگان نظامی میفرستن تا اطلاعاتی رو جمع وری کنه از دشمن که مثلا چه مواضعی داره چقدر نیرو داره چه امکاناتی رو اونجا آورده خلاصه چند تا تانک داره چند تا توپ داره خلاصه چه موانع طبیعی هست اگر رودخانه ای چیزی هست اگر میدان های مینی رو مثلا موانعی رو دشمن ایجاد کرده باید بره اطلاعات دقیقی از مواضع دشمن جمع کنه و برای یگان های خودی بیاره حالا شما فرض رو بر این بگیرید کسی که به این ماموریت فرستاده میشه به عنوان مامور شناسایی باید بره اطلاعات دقیقی از مواضع دشمن بگیره بیاد بگه که روحیه نیروهای ما خراب میشه اگه من واقعیت رو بهشون بگم حالا به جایی که بگم اونا 500 تا تانک دارن من میگم 50 تا تانک داره تا روحیه بچه های خودی مثلا خراب نشه خب شما با این کار همه رو به کشتن میدی چون بر اساس واقعیات باید زندگی کرد بنابراین وقتی میخواهید اطلاعات جمعوری کنید به خودتون یادآور بشید که در هنگام جمعوری اطلاعات برای یک تصمیم من باید ذهنیت یک معمور شناسایی رو داشته باشم این دغدغه ها این مسائل و جانبداری ها اینا همه رو کنار بذاریم مراقبت کنیم از نقش آفرینی سوگیری هامون که ما رو میخوان به سمتی بکشونن مثلا کسی که میخواد پولی رو سرمایه کنه مثلا اختلاف نظر هست در خانواده مثلا یکی میگه بریم برای خرید ملک یکی میگه بریم بازار سهام انسان خودخواهه سعی میکنه برای, برای, نظرات خودش برای باورهای خودش بره اینجا و اونجا دلیل پیدا کنه شواهد پیدا کنه اطلاعات پیدا بکنه و شواهدی که مخالف نظر خودش هست اونا رو نادیده بگیره بنابراین اگر ما ذهنیت یک معمور شناسایی بیطرف رو نداشته باشیم در جمعآوری اطلاعات موفق عمل نمی‌کنه نکته دیگهی که می‌خوام خدمتتون قبل از اینکه به نتیجه گیری برسم اشاره بکنم این هستش که ما باید این آگاهی رو داشته باشیم که حتی مغز خودمون اطلاعاتی رو که در اختیار داره ممکنه نتونه 100 درصد اطلاعات خودش رو در لحظه تصمیم گیری در اختیار ما قرار بده منظور من چیه بارها دیدید که شما در جلسه امتحان جواب سوال یادتون نیومده ولی لحظاتی بعد چند دقیقه بعد جواب سوال یادتون اومده خب چی میشه که هر چقدر به مغز خودمون فشار میاریم در لحظه ای که میخوایم اسم یه نفر رو یادمون بیاد جواب سوالی یادمون بیاد این اتفاق نمیافته. ما میدونیم که این اطلاعات در مغز ما هست ولی انگار اتفاقی افتاده که ما بهش دسترسی نداریم لحظاتی بعد چند دقیقه بعد نیم ساعت بعد ما یادمون میاد که موضوع چی به هنگام تصمیم گیری خب چرا این اتفاق میفته جواب این هستش که مغز به دلیل اینکه طراحی شده تا با سرعت بالا کار بکنه از الگوریتم هایی استفاده میکنه به شکل هیوریستیک بهش میگن میانبر یا شورتکات در انگلیسی از این الگوریتم استفاده میکنه و از اطلاعاتی که داره استفاده میکنه مغز اگر بخواد تمام اطلاعاتی که داره رو بره سرچ بکنه و بعد به یک جواب برسه زمان میبره چون زمان میبره از الگوریتم هیوریستیک استفاده میکنه به روش هیوریستیک یا شورتکات استفاده میکنه و به یک جواب میرسه و اون رو در اختیار ما قرار میده علتش چی بود؟ علتش این بود که مغز باید آنی بتونه تصمیم بگیره شما در تصمیم های فعل به وقتی که ماشین داره دنده عقب میره و کودکی اونجا ایستاده انگار راننده اونو نمیبینه مغز ما در کسری از ثانیه تصمیم میگیره که جان کودک رو نجات بده و این کار رو میکنه یا وقتی که سنگی به طرف ما پرت میشه مغز ما طراحی شده با سرعت بالا کار بکنه به سرعت اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک ما کار میکنن تا از ما محافظت بکنن رومون رو برمیگردونیم چشم ها بسته میشه خلاصه تا اتفاقی برای ما حتی مقدور نیفته چون این گونه هست در تصمیم گیری و در استفاده از اطلاعات موجود در مغز ما با این اشکال هم مواجه هستیم روش هیوریستیک یعنی اینکه مثالی که میشه براش زد اینه که شما وقتی که به یک فروشگاه بزرگ میرید که بخش های مختلف داره پوشاک داره لبنیات داره نمیدونم خشکبار داره میرید ظروف داره خلاصه همه چیز توی این فروشگاه هست اگر نیاز به شامپو داشته باشید بر اساس نگاهی که میکنید قفسه مورد نظر رو پیدا میکنید و مستقیم به سمت اون قفسه میرید و شامپویی رو که میخواین برمیدارید. دارید دیگه نمیرید تمام فروشگاه رو از اول تا آخر قسمت پوشاک قسمت های مواد غذایی همه رو سرچ کنید که به دنبال شامپو میگردید خب شما مستقیما میرید قسمتی که شامپو ها هست مغز وقتی که میخواد تصمیم بگیره به این روش انگار که یک قلاب میندازه با روش هیوریستیک از بخشی از قسمتی از اطلاعات خودش استفاده میکنه حالا گاهی در اون لحظه تیر به هدف میخوره ما اطلاعاتی که در اون لحظه مغز در اختیارمون قرار میده به درد بخوره گاهی اوقات هم اطلاعاتی که به ما میده بیکیفیته علت پشیمانی اگه میخواین پشیمانی رو به شکل علمی توضیح بدیم یعنی بگیم که چه اتفاقی میافته انسان پشیمان میشه یکی از دلایلش این هست این روش استفاده از اطلاعات درون مغز که با روش میانبر هیوریستیک کار میکنه علت این هست که علت این هستش که ما گاهی پشیمان میشیم یعنی دسترسی به کل اطلاعات و داده های مغزی خودمون نداریم و وقتی که تصمیمی میگیریم بعدا که دوباره تصمیم رو مرور میکنیم میبینیم که بر اساس افکار دیگری که به ذهن ما میرسه ما متوجه میشیم که تصمیمی نادرست گرفتیم خب عزیزان این بحث این جلسه اینجا به اتمام میرسه نتیجه گیری این شد که اول اهمیت جمعوری اطلاعات برای تصمیم گیری آگاهانه رو بدونیم بدونیم که تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت جز واقعیت های زندگی ما هست به دو شباهت بازی پوکر و زندگی واقعی تصمیم گیری در زندگی واقعی توجه داشته باشیم یکیش این بود که ما باید در حالت عدم قطعیت تصمیم بگیریم و دوم اینکه نقش شانس رو جدی بگیریم وقتی که میخواهید اطلاعات لازم رو برای تصمیم گیری خودتون داشته باشید باید مراقب سوگیری های شناختی احساسات و ویژگی های شخصیتی خودتون باشید اینا میان دخالت میکنن و نمیگذارن که اطلاعات به شکل منصفانه به شکل بیطرفانه در اختیار ما قرار بگیره ما برای اینکه اطلاعات دقیق رو جمعآوری کنیم نیازمند ذهنیت مناسب هستیم ذهنیت مناسب هم همان سکاوت مایندست بود ذهنیت یک معمور شناسایی که با دید باز میره و اطلاعات رو آنگونه که هست بر اساس واقعیات جمع بری میکن از توجه شما به این برنامه تشکر، کمال تشکر و سپاسگزاری رو دارم خواهش میکنم ویدیوهای دیگری که درباره هنر تصمیم گیری و جوانب مختلفش رو در کانال میذاریم اونا رو هم ببینید تا این پازل در ذهن شما کامل بشه تا بتوانیم همیشه تصمیم های آگاهانه و هوشمندانه بگیریم تا دیداری دیگر بدرود